تازه با علم به اینکه انتقاد رئیس جمهور کشور از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع اعظام تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام فرمودید که حرف ما همان است که گفتیم. این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟ این درست نیست که در کشور تمام نیروهای اجرایی ما، مدیران متدین ما، از یه مش بیدین، از یه مش فحشاکار مرعوب بشن، به کنار بکشن، هی بترسن، هی بگن برخورد اجرایی نمی کنیم، برخورد انتظامی نمی کنیم، برخورد یعنی چه نمی کنیم؟ خب دسلط مسئولی در این تا این حد در این قضیه بالاست که رئیس قوه مجریه صریحا ابراز میکنه که پرداختن به لباس و موی جوانان وظیفه دولت نیست. بله، فضای جامعه باید سالم باشه. کسی نباید تخریب بکنه فضای عمومی. همه قبول داریم. کی تخریب میکنه؟ سه گروه تخریب میکنه. یه گروه زنهایی هستن که کارشون کارهای درستی نیست. اینا شبکه هست. یه گروه شبکه مانکنان. پول میدن بهشون، میگن لباسو بپوش برو 10 ساعت بچرخ تو خیابون. اونم آدم مستضعفیه، پول میگیره شغلشه، میپوشه میره. یه قلیلی هم اصلا لجبازی میکنن، با من لجبازی میکنن. اینا فضا رو خراب میکنن. بقیه مردم هم تو مردم شل هست، صفر هست، وسط هست. مثل یه کلاس درس 10 نمره 10 توش هست، 20 هم هست. بعضی وقتا ممکنه دو هم پیدا بشه. مصاحبه داریم با آقای سید مجید امامی، جامعه شناس، که خودشون متخصص در واقع یه تحقیقات میدانی در این حوزه انجام دادن. که ما در مورد مسئله بدپوششی بایستی به شدت بدپوشش ها یا در واقع آسیبدار های پوشش از نظر پوشش و آرایش رو به سه دسته این مهم تقسیم کنیم که تو این تحقیق در واقع این طبقه بندی بر اساس شاخص‌های شرعی و عرفی انجام شده. یه دسته کسانی هستن که شل حجاب یا کاهل حجابن و در واقع اصلا همونطور که قبلا تو گفتگوها خدمتتون میگفتیم تو جلسات، اساسا انتخاب یه پوششی که شما به لحاظ شرعی یا عرفی بهش بگی حجاب جز انتخابشون نیست. البته قصد بد حجابی هم ندارن. یعنی اگه از اونها بپرسید که خب شما بر اساس کدوم تحریک فلان شبکه ماهواره‌ای یا بر اساس کدوم مطالعه مثلا فلان کتاب اشکال دار و مشکل دار تصمیم گرفتید که از امروز بعد حجابی بکنید، اصلا به شما مات میمونه و میخنده. اگه 100% بگیریم کل جامعه ای که آسیب پوششی داره، حدود 95%ش اینجا قرار میگیره. یعنی 95% کسانی که مشکل پوششی و آرایشی دارن تو همین ترددگاه‌ها
در خیابان‌ها، در معابر، ایستگاه‌های مترو، اینها یه همچین وضعیت پوششی دارن. 94%، حدود 4%، حدود 4% هستن که قبول دارن که کارشون یه تخلفه و یه هنجار شکنیه و در واقع ویژگی پوششی و آرایششون این رو داد میزنه، و حدود 1% وجود دارن، 1 تا 1.5% وجود دارن که نه تنها دارن تخلف میکنن بلکه به طور سازماندهی شده‌ای در صدد این هستن که حریم و اون خط انتظار از پوشش آرایش رو به هم بزنن. و در واقع اینا همون هایی که بعضا خبرنگارای خارجی که میان تو ایران درمون چون قضا هستن میگن ما همچین چیزایی رو توی غرب واقعا ندیدیم و همچین وضعیتی رو یا همچین خانوم هایی رو یا حتی بعضا آقایی رو. من فکر میکنم این تفکیک که خیلی مهمه با مثل مردم حال فرهنگی اونا که سازماندهی ام دارن، اون باید کار قوه قضاییه اطلاعات، آقا این آقا ام داره، تشریف ببرید دادگاه، قاضی نگاه بکنه جرم و مجازات رو با هم تطبیق بده، خوب صادر کنه. آلبوم درست کردن از این سری زنهایی که خیلی وضع رو خرابه که من میگم اونا رو برید برخورد کنید. من هر دفعه گفتم آقا اینا رو برید پرونده درست کنید برید قاضی، میگن نه اینا نمیشه. عکس اونا رو میگیرم میبرم پیش علما میگم ببین آقا وضع اینه، ما میخوام برخورد کنیم احمدی نژاد. بعد میرم با مردم تو خیام برخورد میکنم، میگن چی گفته؟ عزیزان من اینه، من همینجا بگم دستهای تبلیغات دروغین و گاهی احمقانه گاهی خبیثانه میخوان اینجور وانمود کنن که مردم ثابت از حالا دیندارتر بودن، از حالا با اخلاقتر بودن، این دروغه. من در اینجا در جوار روح مطهر امام، مرقد مطهر امام، در جوار ارواح طیبه شهدایی که در این گلزار معنوی بهشت زهرا به خاک سپرده شده اند، شهادت میدم که ملت ما این راه رو خوب حرکت کرده است. اون وقت این کشور را، این جوانها را، این دانشگاه را، این دانشجو را، این استاد دانشگاه را، این طبقات گوناگون مردم را که همه سعی میکنن به خدا نزدیک بشن با اسلام و احکام اسلامی خودشون را بیشتر منطبق کنن، تبلیغات استکباری سعی میکنن اینجور وانمود بکنن که اینا از اسلام دور شدن، از اسلام چه شدن. همیشه هم یه خبرنگاری هست در دنیا که آمده باشه تهران، تو فلان گوشه تهران به قول خودش دختر جوانی رو دیده باشه که سعی میکنن موی سر خود رو از زیر چادر بیرون بیاورن. خیلی خوب، این دختر خانم اگر در اون نظام طاغوت زندگی میکرد موی سرش از زیر چادر بیرون نمی آورد، مخفیگاه های بدنش ممکن بود نشان بده. نظام اسلامی اونچنان اینها رو تربیت کرده است و اونچنان نظامی آورده است که وقتی که همه دنیا از فسادهای اخلاقی دارن رنج می‌برن، در خود کشور بزرگ آمریکا بسیاری از مصلحین و متفکران و مردان روحانی فریادشون بلند است از فسادی که در اونجا حاکم است و همه مینالن و راه علاجی پیدا نمی‌کنن، در یه چنین شرایطی نظام جمهوری اسلامی توانسته محیطی به وجود بیاورد امن و امان برای جوان. خودتون رو مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال بکنید، بعد برید اونجا در این کانونهای فرهنگی و هنری پذیرای جوان باشید، با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا. فرمود و سنتون من نبیه که او عبارت ظاهرن از مداراتون ناس، مدارا کنید. ممکنه ظاهر زنندهی داشته باشه، داشته باشه. بعضی از اینها خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب، حالا چکار کنید؟ اشکم از چشمش داره میریزه، ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه، دل متعلق به این جبهه است
جان دلباخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقصهای این حقیر باطنه، نمی بینن. آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، اما آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنید. البته نهی از منکر هم انسان میکنه، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت، نه با ایجاد نفرت، نه با ایجاد نفرت. گفتن چرا راجع به عفاف و حجاب نظر دادیم؟ ما چی گفتیم؟ من چند تا حرف روشن دارم. آقا چرا هر وقت پای فرهنگ میاد ما مردم رو متهم میکنیم؟ چرا زود شروع میکنیم به برخورد با مردم؟ ما گفتیم آقا این ملت با فرهنگترین ملت هاست، متمدنترین ملت هاست، همه ارزش ها، اصول، دین، معنویت همین ملت افتاده. چرا تو پای فرهنگ میاد یه گوشه یه اشکالی به نظر ما میاد، شروع میکنین جوون ها ملت همه رو زیر سوال بردن؟ این اشکال داره حرفای ما ایناست. والا ما میگیم ملت ایران مؤمنن، پاکن، خوبن، دوست داشتنی هست. دل متعلق به این جبهه است، جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. فقط اومدم واقعا اون مشتی که رهبر گفت باید به دهن اسرائیل و امریکا بزنه. اولا به اسرائیل بگم که تو چند سالها داری میجنگی جنوب لبنان، نتونستی از مسلمان ها بگیری، چرسه به ایران که اینقدر متعصب به مذهبش و به خصوص حالا ببخشید شاید من حجابم زیاد چیزی، به خصوص کشورش. من دو پسر دارم، زیادم شاید مذهبی نباشن ولی به حقانیت بستم 30 ساله و 25 ساله. میخوام به امریکا بگم جفتشون قسم میخورن میگن ما شاید ما نفر اول باشیم که به جبهه میریم، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من اومدم غیر از این که به رهبرم بگم، رهبرم به عفو که برسه گوش به فرمانه پس. البته اگر کسی به قول برادر عزیزمون آقای مطهری، کسی به طور سازمان یافته با برنامه میخواد تخریب بکنه، آسیب بزنه، تکلیفش معلومه. مسئول قوه قضایی هست، با دستگاه ها برن کار اطلاعاتی کنن، شناسایی کنن، کارشونو بکنن. این از برخورد عمومی نداره. البته نهی از منکر هم انسان میکنه، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. ما میگیم با چوده های مردم باید با محبت رفتار بشه. مبنای رفتار حکومت با مردم محبت و مهربانی است. با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا، مدارا کنید. ممکنه ظاهر زننده‌ای داشته باشه، داشته باشه. کار فرهنگی با برخورد به جبهه من نمیشه. مثلا روشنه، ما میگیم آبرو مردم، حقوق مردم محترمه، ما از این دفاع کردیم، چیز بدیه. من میگم شما به همین جوانا، به مردم احترام بذاری، ببینین همین جوانا چی کار میکنن. والا همین جوانای مملکت جنگ رو اداره کردن، انقلاب رو اداره کردن، همیشه هستن. آقا میشه هر موقع 23 بهمن انتخابات فلان ما دوربین رو ببریم رو همه تیپا، همه رو بیاریم جلو؟ اما به محض اینکه این دوران گذشت، همین تیپا رو اون ور یقشون رو بگیرید. نمیشه، این تناقضه. بعضی از همینایی که شما هم جناب آقای مهمان نواز هم بقیه آقایون الان در این تریبون از اونها تعریف کردن توی استقبال امروز،
بعضی از اینها خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بعد حجاب، حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه، ردش کنید؟ مصلحت حق نه. راستی کدوم یکی از من و شما تو زندگیمون گناه نکردیم؟ گناه خیلی بده، من راضی به هیچ گناهی نیستم. اما چه کسی با من و شما برخورد کرده؟ چون من و شما هستیم اشکال نداره فقط دیگران باید برخورد بشم. یه نقصی داره، اگه من نقص ندارم، نقص اون ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. واعظان چون جلوه در محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ اما روش کار، شهید مطهری در اوج مشکلات اون دوران وقتی بحث حجاب مطرح شد کتاب نوشت، مسئله حجاب. محال است من بگم، اگر کسی هم دلسوزی از روی دلسوزی بعضی از کارها رو میکنه بدونه، محال است که کسی شخصیت کسی رو تخریب بکنه و او از این حرف خوبی رو بزنه. خلای فرهنگی، خلای تولید فرهنگی. ما امروز باید با ادبیات امروز با نسلمون حرف بزنیم. مفاهیم انقلاب، مفاهیم انسانی، مفاهیم مذهب رو باید به بیان امروز منتقل بکنیم. منتقل نکنیم چه انتظاری؟ اما این که از بدنه دولت باشه، این حرف درست است، اما همه حرفی نیست. مسئولیت به عهده کیست؟ آیا به عهده دولت؟ نه به تنهایی. نقش دولت البته نشون دادن جهت و باز کردن راه. دولت پشتیبانی میکنه، دولت زمینه رو فراهم میکنه. من معتقدم دولت در این زمینه وظیفه داره. اما وظیفه دولت چیست؟ وظیفه دولت درست کردن عقاید مردمه؟ نه، وظیفه دولت زمین سازی. نمیخوام بگم دولت مسئولیتی نداره. ما در کلانش و در برخی از بخشها در اجزایش وارد شدیم الان، اما بقیه هم باید بیان کمک کنن، وارد بشن، همراهی بکنن و در یه جهت کار بکنن. تولید فرهنگی رو باید اهالی فرهنگ انجام بدن. بالاخره حوزه های علمی در سراسر کشور، صدا و سیما، نهادهای فرهنگی در کشور خیلی زیاده و اینا تحت کنترل دولت نیستن. وظیفه عملیاتی و میدانی به عهده روحانیت، به عهده زبدگان است، به عهده نخبگان حوزه و دانشگاه است. یکی تقویت روحیه داخلی. تقویت روحیه جزء چیزهایی است که وظایف اصلی ما چه به حیث مسئولین چه به حیث روحانیون و مؤمنین، این جزء چیزهایی است که باید هیچ وقت این رو فراموش نکنید. امروز احساس خودباوری که در ملت ما هست قابل قیاس با گذشته نیست. احساس هویتی که هست قابل، چند سال قبل من یادم مقاله می نوشتن که ما بی هویت شدیم، جوانا بی هویت شدن، ای وای نابود داریم میشیم. من که میگم تهاجم فرهنگی، عده خیال میکنن مراد من از تهاجم فرهنگی این است که یه جوانی
پسری مثلا موهاشو بلند کنه تا اینجا، خیال میکنم بنده با موی بلند تا اینجا مخالفم. واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ما این نیست، مسئله تهاجم فرهنگی که البته بیبندوباری و فساد هم یکی از شاخه های تهاجم فرهنگی است، اما تهاجم فرهنگی بزرگتر اینه که اینا در طول سالهای متمادی به مغز ایرانی و به باور ایرانی تزریق کردن که تو نمیتوانی، باید دنبال رو به غرب و اروپا باشی. تهاجم فرهنگی اینه، نمیذارن خودمونو باور کنیم. ما میگیم با چوده‌های مردم باید با محبت باشیم، با روی خوش هم وزیرا باشیم، با سماحت، با مدارا، نه یه رفتار حکومت با مردم محبت و مهربانی ممکنه ظاهر زننده‌ای داشته باشه، داشته باشه. میشه هر موقع 20 بهمن انتخابات فلان ما دوربینو میبریم رو همه یه تیپا. اینا خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب، حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میاد. به معنی اینکه دوران گذشت، همین تیپا رو اون یقشون رو بگیرید بدش کنید. مصلحت حق نه، دل متعلق به این جبهه، جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقص داره، اگه من نقص ندارم، نقص اون ظاهره، نقص های این حقیر باطنه. خدا نمی کرد من و شما تو زندگی من گناه نکرده، اما چیزی از گناه شما برخورد کرده، چون من و شما هستیم اشکال نداره و اما دیگران باید برخورد کرده. من معتقدم دولت در این زمینه وظیفه داره، اما وظیفه دولت چیست؟ وظیفه دولت درست کردن عقاید مردمه؟ نه، وظیفه دولت زمینه سازی، پشتیبانی میکنه، دولت زمینه رو فراهم میکنه. همین حوزه های علمی در سراسر کشور، صدا و سیما، نهادهای فرهنگی، فرهنگی رو باید اهالی فرهنگ انجام بدن. وظیفه عملیاتی و میدانی به عهده روحانیت، به عهده زبدگان، به عهده نخبگان حوزه و دانشگاه هست. من در اینجا در جوار روح مطهر امام، مرقد مطهر امام، در جوار ارواح طیبه شهدایی که در این گلزار معنوی بهشت زهرا به خاک سپرده شده اند، شهادت میدم که ملت ما این راه رو خوب حرکت کرده است، راه امام رو حفظ کرده است. من به چشم میبینم و میتوانم گواهی بدم که جوانان انقلابی امروز ما از جوانان انقلابی آغاز انقلاب اگر از لحاظ ایمان و تقوا و استحکام عقیده بهتر نباشند، عقبتر نیستند.